بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. آقا من گزارش به اینا نداده بودم که مثلا میگی که بدنم که این جریان چیا خودشونه. من آرزوم اینه که بیام خادم حضرت یحیی بن زید باشم. من خدا هم خیلی با آغوش باز استقبال کرد و من گفتم مشکل نیست، شما میتونید از شبای دوشنبه ان شاء الله تشریف بیارید و معرفی مون کرد جناب آقای فاضلی من مسئول شیفت شب دوشنبه. من آقای قایمی تو گوری آفرود بودیم اتومبیل رانی. بعد خب بر حسب این که با هم دیگه رفاقت داشتیم، بعد گفت آقا ما امامزاده میریم، میای با ما بریم امامزاده؟ گفتم شیری. گفت آقا سید حسین قاضبی هست و آقای دملو هستن. آره بریم. گفتم آقا بریم. سید حسین قاضبی هستم از شهرستان مینه‌دشت استان گلستان. 4 تا فرزند دارم، فعلا مستاجرم. شغل منم نمک فروشی، هیچ درآمد دیگری هم ندارم. نمک مردانگی میاره. پایبند دوستت هستی، ولی اگه نیستی میگه که ببین آمدی خانم من نمک منو خوردی، نمکدان من شکستی. 208 سر کاریم میریم توی شهر. من به حساب یواش میرم، اون کارگر ما کمکار ما، اون میره میگه نمک ده، نمک میخوای از این مغازه به اون مغازه، از اون مغازه به اون مغازه، از اون مغازه به اون مغازه. اینطوری نمک میده. سید محمد رضا قاضبی، فرزند سوم آقا سید حسین قاضبی، در حال حاضر مشغول پخش نمک و آب معدنی. حالا بهش قور زدی واسه این کار؟ نه اصلا، اتفاقا کمک هم میکنم. به داداش با زبون خودش معرفی کنه. نه نه، حالا نامه سید علی قاضبی. خب چند سالشه؟ چیکار میکنه؟ نه نه، حالا نه نامه سن سن نه 30 سالش. ما هر چی نمک داریم، هر کاری داریم، کلا نمک زندگی ما مغازه، همه چیز ما مال مغازه، هیچی نداریم. ما از زمانی که یاد ما میاد چیزی نداشتیم. الان با این وسعت و با این کار و با این چیز خود میکنم که نگیم امام رضا به حساب هوا ما رو نداشتیم. بعضی از دوستان لطف میکنن از ما نمک میخرن، حالا خودشانم در جره نیستن، بالاخره از این نظر باز مشارکت دارن در کار خیلی که ما حالا اسمشو بذاریم خیلی زاغرهای پیاده میان پذیرهش میشه، یه قسمتش خرج خانواده میشه، یه قسمتش هم که خرج زاغر. خب ما اگه بخوایم زائر رو رد بکنیم بگیم همین درآمدی که الان داره به ما خدا میده، همین درآمد یعنی خب خیلی هم اضافه داریم، ولی خب هزینه زائر میشه، هزینه زائر میشه، سال به سال هم بیشتر میشه. همتر مرزق مرزوار علی عزیز ما به سمت عراق برای زیارت رفتن، اون فرهنگ پذیرایی و مکب رو از عراق در ایام اربعین بخره ما گرفتیم، ولی بالعکسش ما یه فرهنگ دیگه رو داریم به عراق منتقل میکنیم. فرهنگ این که استقبال از زائر مختص همین 4-5 روز اربعین نیست. سال فکر میکنم 82 دقیقا 85 84 بود، 83 بود، اون موقع دقیقا یادم نمیاد صدام چه موقع فرار کرد، همون موقع بود اولین زائری که من بود، نرسیده به گالیکش بود. بعد 3 نفرم بودن داشتن میرفتن، من از اونجا یه پیکان والد داشتم اون موقع و
گرفتم آوردن چون یه خانه پذیرایشان کردیم. صبح هم برگشتن حرکت کردن، گفتیم آقا نهارتان هم میاریم، هر جا رسیدیم با ماشین نهارتان هم. دیگه نهارشان رو بردیم و دیگه رفتیم. دیگه یه واشواش شروع شد دیگه، هر کسی که میامد تو جاده، من یادم میاد بعدن من حتی به پلیس راه هم اعلام میکردم اینا تو جاده وای میستن، شما رو بهشان میدادم، میگفتم اگه دیدین زائری داره میاد اینجا با پرچم بدون پرچم زائر داره میاد، یه زنگ به من بزنید که من بیام بگیرم ببرم یه نهار بهش بدم، یه شام بهش بدم. حتی به اینا هم سفارش میکردم، یا کسانی که دوست رفیق بودن مثلا تو مسیر آزاد چرمیندش کرایه کشی میکردن، یا تو این مسیر کرایه کشی میکردن تا جنگل گلستان. و از زائری اومد اینا دیگه، اینطوری یواش یواش دیگه زیاد شد دیگه. دیگه الان الحمدلله به اونجایی که دسترسی داریم سطح استان گلستان مازندرانه. کلاله 5 نفر، یه دن شام میخواد بخورن، 7 نفر یه دن نهار میخواد بخورن، 100 نفر باشن 7 نفرن، 8 نفرن نفر، 10 نفر بشون مینو داشت. خب من تنهایم، هیچ گنبست 4 نفرن، گالیکش باز 2 نفر 3 نفرن، آزاد شهر همچین 3-4 نفرن، زینب آباد یه مجموعه هم. من بارها با آقای غازوی گفتم، گفتم خدا ازت نگذره آقای غازوی، نصف کنچ شما ما رو آورده تو این را، نصف ثوابه ما رو تو برمیداری. هر قدمی که گذاشتن انصافا برای هر قدمشان همین بلفور بگم، بلفور رسیدن، اصلا تلافی شده، اصلا هزینه که کردن شاید چندین برابرش در سریع ترین زمان ممکن برای شان تلافی شده. شما داری یه کاری زمین داری، هدف چیه؟ تهش به کجا میرسه؟ و تهش چیه؟ یه شیرینی بخوری؟ اون واقعا دیگه اصلا اونه دربارش هیچی نیسته. و داری به کی مثلا خدمت میکنی؟ برای کیا داری خدمت میکنی؟ این واقعا خودش دنیاییه. میگم واقعا حال میدید، حتی سختی هر چی هم که باشه بازم میگم لذت بخش. من پسر من رو زن نداره، میگم شما چرا این کارو میکردی؟ 2 تا پسر 3 تا پسر زن نداره، چرا؟ حالا من خودم 5 ابتدایی سواد دارم، بعد اونم همه لیسانس با بالا و کارشناسی بالا، گفتم سواد ندارین من باهاتون صحبت کنم، من با سواد داشته باشیم بیاین اینجا صحبت بکنم برای شما. بعد ما سواد نداریم، تو سواد نداری، گفتم نه شما سواد نداری. بعد گفتن چرا ما سواد نداریم؟ گفتم که من در درجه اول بگم نعوذ بالله میخوام امام زمان بده کار کنم، با امام زمان بده کار میشه؟ گفتم نمیشه. گفت نه، گفتم امام رضا رو بده کار میکنم، با امام رضا هم بده کار نمیشه. هی میرفتم بالا، رسیدم به پیغمبر و حضرت علی و فاطمه زهرا، گفتم اصلا میخوام خدا رو بده کار کنم. بعد گفت برو بابا، شما دیگه اصلا کلا کپ زدی، چی زدی اومدی اینجا؟ به من گفتم خدا بده کار نمیشه. گفت نه. گفتم سواد داری؟ گفت آره. خب 20 تا زائر داره میاد، 20 تا 50 تومن خرج بشیم چی؟ 1 میلیون تومن. تو فکر می‌کنی 1 میلیون تومن خدا زیر قرض من تو میمونه؟ نه نمیمونه، خود سری برمیگردن دیگه. ما هزینه ای که میکنیم یا کاری انجام میدیم، ما برای امام رضا انجام، یعنی ما زائری که میاد پیش ما، ما این زائر رو مهمون امام رضا میدونیم. مثل این میمونی که مثلا شما بیای اینجا بگی من مهمون آقای غازوی ام، میخوام برم خونه آقای غازوی. ما چون آقای غازوی رو دوست داریم، سعی میکنیم به شما همینجا که پیش ما هستین، حالا هر چند ساعتی چند روزی پیش ما هستین، به نحو احسن از شما پذیرایی بکنیم که شما مهمون آقای غازوی هستین، چون آقای غازوی رو ما دوستش داریم. الان کسایی که میان پیش ما، چون امام رضا رو ما دوست داریم، اینا مهمونه امام رضا، زائر امام رضا، ما رو همین مبنا خدمت میکنیم بهشون و دوستشون داریم. وقتی اینا رو میبینم یه چیز کم میارم، اصلا کلا کم آوردم بین پیش اینا. ما یه آقای سنچوری داریم، زائر نمیاد اینجا،
مثلا میبینه زهرا کم میاد. خب چیکار میکنه؟ طاقت نداره، میره تو جاده، اون جاده سمنان و دامغان و گرمسن، تو اون جاده میگرده این برابر میکنه که زائر گیر بیاره به اینا یه قضا بده برگرده. مثلا دختر رفتن اونجا شام بدن برگردن. بابا از اینجا تا تاتار، از اینجا تا بجنه تو دو دویسته، تاتار 15 تا این بره میشه 185 کیلومتر رفتن اون طرف که به زائر آقا علی ابن مسرج یه نهار بدن یه شام بدن برگردن. میگه اینجاهایی که دارن زائر پذیر میکنن اینجا رو به ما نده، هر جا دورتره که میبینی زائر نیست یا زائر هست میبینی بانی نیست ما رو بفرست اونجا. بعضی موقع میبینی عربا میگن آقا ما وسط خیابان میکنیم، وسط جاده، به قول بعضی کنار جاده، کنار جاده پن میکنن سفره، بعضا ما رو بیار اینجا. ما به 5 کیلومتر مثلا میبدش نمیرسیم، ماشین هم سوار نمیشه. میگیم بابا شما بیاین تو حسینه راحت بشین. میگه نه بابا از اینجا سوار تا میکنیم میبریم حسینی نهار میخونه ما دوباره میاریم تنم اونجا. میگه نه ما همیشه سفره صفره پن میکنه، جا میدازم مکت دارم پن میکنه، باید ببینیم نهار شنم اونجا بدیم. ما دو تا کاروان داریم همین جدید هم رد شدن. خب میگه نه ما طبقه پایین یکی طبقه بالا با هم دیگه نمیشینم، این مشکل ساز میشه. اینجا باید برمیگردیم یا ما میزه حالا ما که خود داریم چیزی نداریم برگردیم خود درستش کن میگه. یا اینا مثلا الان یه شهر آمدن جلو باید تداخل پیدا نکن، هر روز 150 تا میمان ظرفاش امروز شست، امروز باز 25 تا میمان، همه خانواده درگیره، باز فردا نه پس فردا باز همینطور، فردا نه پس فردا باز همینطور. حالا اینا ببینید یه روز در میان یه روز، ولی بعض موقع ببینید کاروانا مثل 4 تا 5 تا کاروان سر روز 4 روز پیش آمده بودن. خب آزادچهر، گنبد، گالیکش، مینودشت، کلاله، خب اینا همه بودن. خب هر دقیقه درگیری. حالا بعضی موقع میشه بگو بابا یه وعده، دو وعده، یه کاروان، دو کاروان، پنج کاروان، بسته دیگه. فکر میکنم که گذشته از خدا و اهل بیت من یه پشتوانه خیلی خیلی قوی دارم. اون پشتوانه قوی منم خانم منه. زوار که می آمدن، هر زواری که می آمد تو شهر می داشت ما یه هدیه بهش می دهیم. هر کسی بگی که خب این چه سرمایه می خواد هدیه بدی به هر زواری که بیاد، یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال، ما 20 سال مثلا کار ما اینه، حالا صدام کی رفته رو نمیم 20 سال کار، ولی به هر زواری که می آمد بعد یه سال دو سال که این کار کردیم به زوارا هدیه می دهیم. هدیه ما چی بود؟ یه صلوات شما. فکر می کنم بین 4 تا 5 هزار تا من سر به شما دارم. من میگم اگر ما آمدیم توی این کارا فکر مانم بونش مادر ما مادر یه سیزده بودیم، همه جا مادر یه سیزده دیگه نه، مادر ما بزرگ ما کرده، همه چیز ما مادر بوده، هم پدر بوده برای ما هم مادر بوده، نمکگیر ائمه اون ما رو کنه، حرکاتی که اون داشت، سکناتی که اون داشت، شاید آویزی گوش ما شد، حالا شاید یه مادر دیتر بزرگتر شدیم، یه مدت چی شد تا فهمیدیم که امام ها کی هم. گاهی وقتا به دوستان میگیم که سفره غذاتم رو پهن کنیم، هر چی پختیم یه باش خبر خود بریز، خواهی با امام رضا حرف بزنیم یه باش خبر امام رضا بریز، حساب که یه دوست دست رو بروت نشسته اصلا نمیخواد غذا بخوره، مگه دردات بشنوه، دردات تو بشنوه، با قول بعضی میگه چه مرگته. بگو شروع کن صحبت کردن، تو کاری نداری که اون میشنوه یا نمی گوش میده یا نمیده، بعدن هم دیدی نخورده قضا شوهرده بینه تو لاغه درد دل کردی با کی؟ با اون لحظه‌ای که تو فکر میکنی که امام رضا داره صدا تو میشنوه، مطمئن باش میشنوه، مطمئن باش میشنوه. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم، منم خاک درت غلام و نوکرت، مران از در مران.
به زهرا مادرت، علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا، آرامش عشقی امید عاشقانی، شمس و شموسی آسمان قلب مایی، آقای من هر کس در این دنیا غریب است، هرگز ندارد بهتر از تو آشنایی، در صحن آزادی رهایم کردی از خود، در صحن گوهر شد خود را یافتم باز، دستم دخیل پنجره فولاد بود و دل با کبوترهای گلبر گرم پرواز، می آیم به سوی تو قدم قدم، می آرم در آسمانی فرد دلتنگم. یه کلمه میگم هرچی به دلت اومد به زبان، حسین نمیشه بگی. زیارت امام حسین کی بود آخرین بار؟ از پسر و سال من رو نرفت هیچ نرفت بعضی موقع تواهمات برمام داره، فکر میکنیم که اگر ما بریم برای زوال کنیم.